لفظ مؤلف یک کلمه فرانسوی بود، اوتر بود. اولین بار هم نقد نویس ها یا سینفیل های فرانسوی این لغت رو به کار بردن به طرز جالب توجه و بعضا طنزآمیزی در مورد فیلمسازان آمریکایی، یعنی کسانی که تو نظام استودیویی فیلم ساختن، تو نظام هالیوود فیلم ساختن. و در نظام هالیوود یا نظام استودیویی فیلم ساختن تو اون دهه ها به هیچ شوخی نبود، یعنی شما باید فیلمنامه‌تون رو چند نفر می‌خوندن صحنه به صحنه، بعضی وقت‌ها باعثین که شما تایید کننده‌ها رو مجاب می‌کرده یا اون استودیویی که فیلمتون رو تهیه می‌کنه و روش سرمایه‌گذاری می‌کنه و بعدم پخش می‌کنه که فیلمتون سرمایه رو برمی‌گردونه. یعنی گروه تولید عظیم، گروه فیلمبرداری بزرگ و به خصوص دوره‌ای که نظام ستاره‌سازی هستن توی هالیوود جا افتاد، یعنی ما با یه سری شمایل مثلا روبرو میشیم توی سینمای آمریکا که این شمایل ها رو همه جای دنیا هم دیگه میشناختن. این ستاره ها گاهی وقتا اصلا تعیین میکردن سرنوشت یک فیلم رو. شما باید یه بازیگر توی فیلمتون میارید، چند تا کلوزآپ بعد از اون باشه، چند تعداد نماهایی که از مثلا بازیگرای نقش های اصلی شما تو فیلم میبینید اینا باید با هم یه تعادلی داشته باشه، یا حتی تو تیتراژ و عنوان بندی اول مثلا اسم بازیگرا میاد یا اسم کارگردان میاد. این یه چیزای ظرایف تو این فرآیند فیلم سازی بود که به راحتی شما نمیتونستید بگید که خالق یک اثر سینمایی کیست، این کار بالاخره محصول چه کسی است. و مسلما در هر فیلم کلاسیکی که توی هالیوود تولید میشد شما خصلت های زیباشناختی مهم هم داشته، یعنی ارزش های زیباشناختی هم میدیدید. مثلا فقط این نبود که شما توی یک صنعت انترتینمنت خیلی قدرتمند و بی‌سابقه توی تاریخ با کارهای اون روبرو بودید، یعنی مثل کالاهای دودآور و جذاب که یکم مهمترین جنگ ابزارهای مثلا آمریکا هم بود برای اینکه دنیا رو قبضه کنه. و بازم میدونید این آمارهای خب خیلی مهم است توی تاریخ سینما که داییم شد همی الان هم بسن سهت بکنه. یه آماری که بگه که در کل سالن‌های سینمای دنیا به خصوص تا پیش از این ماجرای جدیدی که همه دارن خب توی خونه هاشون فیلم میبینن و ماهواره و همه شبکه های مختلف، توی سالن‌های سینما چند درصدش فیلم‌های آمریکایی هن، چند درصد فیلم‌های غیر آمریکایی. این نسبتا اونقدر عجیب و غریب بود، این بعد وقتا به بالای 90 درصد اینا میرسید. تنها رقیبا مثلا میشد سینمای بالیوود که خب ممنونش کس ارزش زیباشناختی اینا براش قائل نبود. اما مثلا این بود که اون فیلمایی که اونجا تولید میشد و ارزش زیباشناختی هم بعداً داشت، شما به راحتی نمیتونستید بگید که این مخلوق کدوم هنرمنده. یعنی اونجوری که مثلا یک رمان اثر یک نویسنده است، یک قطعه موسیقی اثر بالاخره یک موزیسین، یک تابلو نقاشی محصول کاری نقاش خلاق، هر چیزی با نمونه ها در مورد سینما به این راحتی نمیشد گفت. گاهی وقت اصلا فیلم ها موفقیتشون رو مدیون مدیران فیلم برداری بودن که حالا آدم های شاید بازوختری بودن، نیم سرشون میشد، تاریخ نقاشی میشناختن. بعض وقتا مدیون کار فیلم نام نویسای بود که خب رمان یا تاریخ ادبیات رو خوب میشناختن، یا حتی ضرب آهنگ درام سرشون میشد. و از اینجور نمونه ها کم نداریم. اون کسی که به نام کارگردان شناخته میشد واقعا دیرکتور بود، یعنی میومد هدایت میکرد اعضا رو، یا یه جور در مدیر اجرایی مثلا حتی میشد اسمش رو گذاشت. و چیزی ما بچین بگیم مثلا بگیم مؤلف. کاری که منتقدان فرانسویتون دهه 40 و 50 شروع کردن این بود که به خصوص دهه 50 که اومدن گفتن فیلم هایی که دقیقا تو نظام هالیوودی داره تولید میشه، نظام استودیویی، چند تا از این فیلم ها رو که کنار هم بذاریم، آروم آروم به یه عناصری برمیخونی که این عناصر نشون میده این فیلم ها مال یک مؤلفه، یعنی مال یک اوتره، یعنی اونو میشه آزر کن. حتی اگر خود اون اوتر یعنی اون مؤلف خیلی هم حقوق نداشته باشه که چی کار داره میکنه با عنوان مؤلف. یعنی اصطلاح سینمای مؤلف یا اوتخ رو فرانسوی ها میساختن، یعنی در واقع ضرب کردن این لغت ها رو برای نامیدن پدیده های آمریکایی که تو خود آمریکا اون پدیده ها اساسا سری پدیده های هنری محسوب نمیشد، بیشتر مال حوزه انترتینمنت و سرگرم سازی اینها بود. این معنیه که خب در واقع تألیف یا آفرینندگی خلاقیت همین تعبیرایی که می‌ذارم مثلا با دوران رمانتیک بود، یه شخص هنرمند که به زبان خاصی برای خودش می‌رسه یا یه جهان بینی ویژه داره، هر چیز دیگه، و در نهایت مثلا میگه که سیگنچر داره، یعنی امضا داره. اینا رو اون فرانسوی‌ها دنبالش بودن، یعنی به این ترتیب بود که از وینسنت مینلی تا آلفرد هیچکاک تا همه قوله‌های مثلا سینمای آمریکا رو ما می‌تونستیم مؤلف بخونیم، ولی انگار واسه با از زاویه دید اروپایی مشخصا فرانسوی بهشون نگاه میکرد. این که توی فیلم اول فیلمسازان مؤلف، یعنی فیلمسازانی که به معنی واقعی کلمه میخوان خالق اثرشون باشن،
چون کاری کرد نقد نویسای فرانسوی با سینمای آمریکا می‌کردن، یه مدت متفاوت با اتفاقایی که توی سینمای اروپا می‌افتاد. علتش این بود که از یه موقعی به بعد در سینمای اروپا به خاطر این آروم آروم سبک شدن تجهیزات یا آپاراتوس فیلمبرداری و سینمایی، این امکان که خب آزادی عمل بیشتر پیدا کنه یه کارگردان یا یه فیلمساز، یا حتی از اون تعبیر معروف الکساندر اسخوک که شما میتونید کامرا پن داشته باشید، یعنی میتونید در واقع به شکل فیلمسازی فکر کنید که دوربین مثل قلم رفتار کنه. این معنی مادی هم داره، یعنی باید حتی دوربین باید یواش یواش سبک بشه که کارگردان داره با دوربینش راه میره بگه انگار من دارم مثلا مینویسم توی فضا یا دارم اسکیس میزنم یا یادداشت برمیدارم. این اتفاق رو میدونی که مثلا در فیلم های اول جان لوک گودار خیلی رخ میداد، یعنی اصرار بر این که وقتی میخواید مثلا ترابلینگ کنید، ترابلینگ میتونه روی ویلچر انجام بده، مدیر فیلم برداری میشنه روی صندلی چرخدار، خود کارگردان یا دستگاه کارگردان یا یکی از اعضا شروع میکنه اینو هل دادن و یه دفعه نماهای شما میبینید توی اون فیلم های اول مثل از نفس افتاده تا حتی گذران زندگی اینا که این دوربین سیال بودنش، سبک بودن حرکتش خیلی شبیه شد مثلا حرکت های رویایی یا کابوسگونه رومان پولانسکی اینها نباشه یا فیلم برداران ساعت سبک اروپایی آمریکایی، ولی یه جور آزادی توش هست یا رهایی توی حرکت های دوربین هست که این علت مادریش شاید اصلا برای ما باور نکردنی باشه، یعنی پشت صحنه ها یا تصاویری که از پشت صحنه های فیلم های اول گودار هست که کنار آدم اصلا حیرت زده میکنه. ولی در مورد پتر کوستا بعد ببینیم مثلا این داستان چگونه میشه تعبیرش کرد. در فیلم های اول معمولا یا شما یه فیلم سازی سر کار دارید که اصلا فیلم اول ایده اصلیشو پیدا کرده ولی هنوز اونقدر پختگی نداره یا اعتماد به نفس لازم رو نداره که اون ایده اصلی رو به طور کامل اجرا کنه، و طبیعتاً جمله که من ژان رنوارم نقل میکنم که هر فیلمسازه یا هر هنرمند در طول زندگیش فقط یه فیلم میسازه یا یه نقاشی میکنه یا یه کتاب مینویسه و نه که تو هر کدوم از اجراها اون اینکه به تحقق کامل نمیرسه، ممکن تا آخر عمرش یا تا آخرین کارش طول بکشه تا او مثلا بین اجراها ادامه بده، یعنی شکست پشت شکسته برای فعلیت بخشیدن به یه ایدهی که اون یه بار به دستش آورده. و کم هم داریم خود البته مثلا فیلمسازی مثل بلاد هار که در اوج خلاقیتش دفعه بگه من دیگه فیلم نمیسازم، همجا معما باشه که خب پس تا آخر میخوای چیکار کنی؟ یکی از بهترین ها بودی یا خلاقترین آدم ها بودی، میخوای بگی مثلا جهان دیگه در کار فیلم سازی نیست؟ یا شاید تراژیک‌تر، یعنی شاید مثلا اون ایده که او شکل گرفته بوده توی همون اولین فیلم هاش در فیلم مثلا هشتمش اگه درست شمرده باشم مثلا دیگه تحقق کامل پیدا کنه پس این پروژه تمومه، یعنی بعد از اون اگر فیلم دیگه بسازه مثل این میمونه که مثلا ما الان یه آهنگسازی بیاد مثل باخ آهنگ بسازه، یعنی اون ظرفیت یا اون بلقوبگی که توی اون جهان موسیقی کلاسیک بوده احتمالاً تمام شده که دیگه کسی معنی نداره مثل باخ بیاد الان آهنگ بسازه. ما داریم مثلا آهنگسازای پست باروک یا نمیدونم آهنگسازانی که نقل قول میکنه، حتی توی موسیقی جاز نقل قول از موسیقی باروک داریم، ولی این نقل قوله، یه کس نمیتونه بگه ما چرا آهنگسازی نداریم که قطعات زیبایی مثل نمیدونم مثل پرلود ها یا فوگ های باخ بسازه یا حتی مثل سمفونی های موزارت یا موسیقی های مجلسی موزارت یا کوارتت های بتوون. اینا همشون به خاطر اینکه انگار ظرفیت ها تمام شده است یا به حد اشباع رسیده است. در مورد فیلمسازان مؤلفان قضیه رو میشه باز گفت و اینجوری میشه فیلمسازان رو دو دسته کرد. بعد فیلمسازان مؤلف دارید که در همون فیلم اول شما عناصر اصلی کار او رو به لحاظ سطحی یا فرمی میبینید، او باید همجور مواد مختلف امتحانش کنه تا به درجه پختگی برسه تا بگید که خب سبک فلان فیلمساز شکل گرفت. گاهی اوقات با کار اول فیلمسازان سبک روبرو میشید، جا میخورید به دو علت. یا ممکن به خودتون بگید که این فیلمساز که اینقدر پخته است، اونقدر کارش عالیه، چرا فیلم اولش به نظر من خام میاد یا چرا اونقدر برجسته نیست مثل فیلم های دوران پختگیش، یا ممکنه به خودتون بگید که چقدر متفاوته با فیلم های دوره پختگیش. مثال خیلی جذاب بلاتاره به این علت که معمولا ماها به خصوص که اولین فیلم های که بلاتار رو دیدیم، مثلا من شخص خودم اولین فیلمی که از بلاتار دیدم شاهکارش بود به نام هارمونی های ورک مایستر، که اولین بار من توی تلویزیون صدا سیمای جمهوری اسلامی رو دیدم. هم پلان اولش جذب میکنه، اون پسره میاد توی میخونه اون کافه یه منظومه شمسی میسازه و بعد یکی خورشید میکنه و یکی ماه دورش میچرخه و یکی زمین میشه و بعد با موسیقی بیاد موندنی که
که مال کارهای دوره متأخر شد و تیمساز بود که امضاش به همون پلان سکانس های معروفه، فضاش کلن سیاه‌سفیده و این دوربین همینجور داره حرکت های آروم و متداول میکنه. و خب اینها خصلت های سبکی مثلا فیلم های دوران به اصطلاح پختگی بلاتاره. بعد یه مدتی که این فیلم های دوره پختگیشو میبینید، یعنی از تامبه شیطان و اون دمنشن احتمال اول فیلم این دوره پختگیشه تا فیلم آخر، خب اینا همشون مال یک جهانه. یعنی یه دقیقه از هر کدوم از این فیلم‌ها رو ببینید میگه خب معلومه مثلا مال بلاتار یا یکی داره کپی میکنه مثلا ازش، یا موفق یا ناموفق. ولی وقتی میرید فیلم‌های اول که کلا توی ژانر رئالیسم اجتماعی این فیلم‌ها رو ساخته، یعنی فیلم‌های مثل مردم پیش ساخته که فیلم معرفی هم هست ولی اصلا خبر از اون فضاهای باز و تمثیلی و پلان سکانس های طولانی، یکی دو مورد توش طول پلان سکانس طولانی شاید باشه ولی نه به اون سبکی که مثلا خب آدم یاد کارهای بقیه فیلم سازان سبکی میده، به مثل نمیدونم آنگلو کلوس یا بعضی از پلان سکانس های طولانی آنتونیونی یا اون میکلوشی آنچو یا فیلم سازان دیگه که بالاخره تو اون سبک کار میکردن. اون فیلم های دوره اول مال یه رئالیست اجتماعی منتقد خشن خیلی صریح سیاسی حتی و دو تا فرضیه به نظر میرسه، یا اون فیلمساز هنوز زبان خودش پیدا نکرده، یا اینکه اون چیزی که شما با من یک فیلم میبینید فقط محصول کار یک نفر نیست. یک نفر یعنی منظورم ایندیویژواله، محصول کار یک سوژه یا هنرمنده و سوژه هنرمند هیچ وقت مساوی ایندیویژوال هنرمند نیست، یعنی فرق مساوی اون فاعل خلاق نیست. سوژه میدان تنش نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی، نیروهای تاریخی. و درس بزرگی که خواهم جای تارکوفسکی به ما داده اینه که برای که شما این تنش‌ها رو صادقانه ضبطشون کنید بایستی دائما مترصد تنش‌هایی باشید بین خاطرات کاملا شخصی، یعنی خصوصی ترین بچه زندگی یک فرد و درست اون خصوصی ترین وجوه یا لایه‌های زندگی یک فرد، اون فرد رو متصل میکنه به یه بخشی از حرکت نیروهای تاریخی. اون اتصالی واقعی توی فیلم ها یا آثار هنری خلاق اونجا اتفاق میفته، یعنی جایی که خصوصی ترین بچه زندگی یک فرد یا ذهنیت یک فرد دقیقا متصل میشه با یه حرکت تاریخی، یعنی روح تاریخ یا روح زمانه رو شما از طریق یک فرد ضبط میکنه ولی اون فرد یه مصطفی خودش نیست، چون اون خصوصی ترین لایحه دقیقا با خود اون فرد، با اون چیزهایی که اون فرد از خودش میشناسه بیگانه است، یعنی یک نیروی بیگانه درون یک فرده. این رابطه پارادوکسیست مسلماً و میشه که حتی توپولوژی پارادوکسیکالی هم هست، رابطه بین خصوصیات فردی یا خاطرهای فردی و نیروهای تاریخی. و هنرمند خلاق مثل این تعبیر زیبای تیس الیوت هم در شعر مدرن بود، مثل کاتالیزور رفتار میکنه، یعنی اجازه میده در واقع به اون نیروهای تاریخی که از کانال وجود او رد بشن و بعد تبدیل به یک اثر هنری پخته یا اثر هنری قابل تحمل بشه. فیلم اول پدرو کوستا از این جهت فیلم خیلی ویژه‌ایه، چون بمونه فیلم اول تقریبا میشه گفت که رقیب نداره به لحاظ پختگی و قدرتش، یعنی آدم 29 ساله که اولین فیلمش رو ساخته اینقدر این فیلم از هر جهت قوی و پخته است که ببینید حتی این مدا آزاردهنده است، یعنی بعدش میخواد چیکار کنه. و تفاوت‌های بارز داره با فیلم دومش، حتی نه فیلم آخرش و فیلم‌های بعدی، و این تفاوت‌های بارز از خیلی جهاته، یعنی شاید فیلم اولش به شدت کنترل شده است، سیاه‌سفید با کنتراست‌های خیلی بالا با نورپردازی‌های کیاروسکوروی مشهور و دقت به بازی گرفتن از بازیگرها و همین حالا عناصری که توش هست، استفاده از موسیقی متن و خیلی از عناصری که توی فیلم‌های بعدی یکی یکی کنار گذاشته میشن. ولی اینکه این فیلم اول با این حد از پختگی چگونه راه میده به فیلم های بعدی، این سوالی است که خب از این جلسه من براتون طرح میکنم و فیلم دوم تحلیل رو شروع میکنیم و فرآیند تفریق به اضافه در اون تنش بین فرآیند پروداکشن و پروداکت نهایی رو فیلم به فیلم فکر کنم میتونیم پیش ببریم تا بحث یکم ملموس‌تر بشه.